شاگردان مسیح توما معنی توما دو قلو می باشد. توما نام یکی از دوازده شاگردان عیسی مسیح بوده که به توام به معنای دو قلو نیز نامیده می, می شود. توام نام یونانی و مشابه به توما بوده است. تنها در انجیل یوحنا از او به نام توام نیز یاد شده است. در لیست شاگردان مسیح نام توما معمولا همراه با نام متا ذکر شده است زمانی که عیسی مسیح جهت زنده کردن ایل آزر قصد رفتن به بیت انیا را داشت تمامی شاگردان میخواستند وی را به خاطر ترس از سنگسار شدن منصرف کنند ولی تنها کسی که موافق با رفتن بود توما بود و گفت ما نیز برویم تا با او بمیریم توما زمانی که عیسی مسیح در مورد رفتن و راه خود صحبت می کرد توما تنها کسی بود که از وی در مورد پیدا کردن راه رسیدن به وی سؤال کرد. زمانی که شاگردان خبر قیام مسیح از مردگان را به توما گفتند او نتوانست آن را باور کند. وی پس از آنکه عیسی مسیح را دید و مسیح حضور خود را به وی ثابت کرد قیام مسیح از مردگان را باور کرد و مسیح را خداوند نامید. یک روز پس از رستاخیز، عیسی مسیح باز در کنار دریای تبریه برای سومین بار در بین شاگردان حضور پیدا کرد. توما نیز در بین شاگردان حضور داشت و شاهد معجزه سید 153 ماهی بود و در خوردن نان و ماهی با عیسی شرکت داشت. پس از روج مسیح به آسمان توما یکی از اشخاصی بود که در بالاخانه جهت دعا و نیایش با سایر شاگردان جمع می درگذشت. در گذشت به روایات وی سپس به هند و پار جهت بشارت رفته است. توما در جوانی به شغل نجاری مشغول بوده و در هندوستان با دستان خودی کلیسا ساخته است. موعظه های توما در هندوستان باعث شد که برهمایی ها مردم را بر علیه وی تحریک کنند. توما با پرتاب یک نیزه که از بدن او رد شد و سپس با سنگسار کردن به شهادت می رسد. اما در کتاب مقدس در این باره و مرگ وی چیزی گفته نشده است. نماد نماد توما دو چوب است که به صورت گونیا به هم میخ شده است. و یک نیزه که به صورت عمود ایستاده است که معمولا روی تصویر یک سپر کشیده می شود. تصویر دو چوب نشانگر شغل نجاری توما و نیزه نمادی از شهادت وی می باشد. بیست ماه دسامبر هر سال روز یاد بوده توما می باشد.